اسحاق قالیباف فرزند محمد باقر قالیباف در 5 سال گذشته تلاش پرهزینه‌ای برای گرفتن ویزای مهاجرتی کانادا انجام داده است. سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات اعلام کرد که 4 روزنامه‌نگار رسانه فردای اقتصاد در بازداشتگاه شاپور تهران محبوس هستند. مأموران وزارت اطلاعات منزل 2 شهروند بهایی را تفتیش و 4 شهروند بهایی را احضار کردند. ایران اقدام آمریکا در توقیف 1 هواپیمای ونزوئلایی مرتبط با ماهان را ربایش خواند. گزارش از ایران حاکی از آن است که وبسایت مجلس شورای اسلامی با ارگان رسانه آن هک شده و از دسترس خارج شده است. وکیل محمد قبادلو به دلیل انتقاد از روند رسیدگی به پرونده موکلش به دادسرا احضار شد. 4 زندانی بلوچ به اتهام بغی به اعدام محکوم شدند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد که ایران در خصوص برنامه هسته‌ای خود کاملا شفاف نیست. بایدن از اسرائیل خواست از جان غیر نظامیان در رفح محافظت کند. فرانسه 28 شهرک نشین افراطی اسرائیلی را به اتهام خشونت علیه فلسطینی ها تحریم کرد. در درگیری مرزی بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان 4 نظامی ارمنستانی کشته شدند. آمریکا میگوید هیچ تلاشی برای عادی سازی یا به رسمیت شناخته شدن طالبان انجام نداده است. و ترامپ خواستار مداخله دادگاه عالی آمریکا در موضوع مصونیت وی شد. درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز شنبه 13 فوریه 2024 میلادی برابر است با 24 بهمن ماه سال 1402 خورشیدی. اسحاق قالیباف فرزند محمد باقر قالیباف بعد از 5 سال تلاش برای مهاجرت به کانادا با استخدام 1 وکیل شناخته شده وزیر مهاجرت کانادا را به دادگاه فدرال کشاند. او در 5 سال گذشته تلاش پرهزینه‌ای برای گرفتن ویزای مهاجرتی کانادا انجام داده است. پرونده اسحاق قالیباف در این مدت برای دریافت ویزای مهاجرتی بلا تکلیف مانده بود. یاشار سلطانی خبرنگار در این رابطه نوشت چون بررسی پرونده مهاجرتی اسحاق قالیباف که از سال 2019 در جریان است به دلیل مسائل امنیتی بالا طولانی شد، اسحاق از دولت کانادا شکایت کرد و دادگاه هم به نفع او رأی داد. اسحاق قالیباف که در دانشگاه ملبورن در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی عمران می‌خواند، اواخر سال 2018 فارغ‌التحصیل شد و چند ماه بعد در فوریه 2019 برای دریافت ویزای مهاجرت کانادا درخواست داد. سال 1397 خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران حضور فرزند محمد باقر قالیباف در ملبورن با بودجه 800 میلیون دلاری را شایعه رسانه‌های ضد انقلاب توصیف کرده بود. خرداد 1399 هم علی قفاریان فعال رسانه اصولگرا افشا کرد که اسحاق قالیباف رانت فروش عمده گوش را در زمان شهردار بودن پدرش در اختیار داشته است. یک نهاد حقوق بشری اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی 4 روزنامه‌نگار بازداشت شده رسانه فردای اقتصاد را به بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران انتقال دادند. به گزارش هارانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در روز سه‌شنبه 24 بهمن ماه مهرداد عسکری، نیکان خبازی، علی تسنیمی و بهزاد بهمن نژاد 4 تن از روزنامه‌نگاران بازداشت شده فردای اقتصاد که بعد از 4 روز بازداشت گروهی در ساختمان تحریریه جمعه 20 بهمن ماه توسط مقامات حکومتی به مکانی نامعلوم منتقل شده بودند، به بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران معروف به آگاهی شاپور برده شدند. بر اساس این گزارش، این افراد دوشنبه 23 بهمن ماه بار دیگر از آگاهی شاپور برای بازجویی مجدد به ساختمان این رسانه بازگردانده شدند و نیروهای اطلاعاتی بعد از تفتیش محل آنها را به همان بازداشتگاه بازگرداندند. در گزارش هارانا بر اساس اطلاعات دریافتی تاکید شده که این افراد کماکان از دسترسی به وکیل محروم هستند و مقامات مسئول
در پیگیری خانواده هایشان از ارائه پاسخی روشن در خصوص آخرین وضعیت پرونده آنها خودداری می کنند. ماموران وزارت اطلاعات روز 23 بهمن ماه منازل بابک زمانی و مریم ذبیحی زوج بهایی و بنفشه اسدیان شهروند بهایی در قائمشهر را تفتیش کرده و وسایل شخصی آنها را ضبط کردند. ساعت 9 صبح روز دوشنبه 23 بهمن ماه حدود 15 مامور وزارت اطلاعات به منزل بابک زمانی و مریم ذبیحی زوج بهایی ساکن قائمشهر یورش بردند. یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان بهایی در این باره گفته است که ماموران اطلاعاتی از بالای دیوار به داخل منزل پریدند و بعد از تفتیش منزل تمامی وسایل الکترونیکی، کتاب‌های درسی و لپتاپ‌ها و تبلت‌های 5 جوان بهایی از جمله کلیه لوازم الکترونیکی و درسی بهامین زمانی فرزند این زوج بهایی را ضبط کرده و از افراد حاضر امضا گرفتند تا روز شنبه به اداره اطلاعات مراجعه کنند. ماموران در ادامه به اتفاق بنفشه اسدیان که یکی از مهمانان خانه ذبیحی بود بدون ارائه حکم به منزل او رفته و بعد از تفتیش منزل گوشی تلفن همراه و لوازم شخصی وی را ضبط کردند. به گفته منبع نزدیک به خانواده این شهروندان بهایی رفتار توأم با توهین و خشونت ماموران اطلاعات با مریم ذبیحی موجب اعتراض پسرش بهامین زمانی شد و در نتیجه ماموران این جوان بهایی را مورد ضرب و شتم قرار دادند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 24 بهمن ماه توقیف و انتقال هواپیمای باری 747 شرکت امتراسور ونزوئلا به آمریکا را اقدامی غیرقانونی، تصاحبی ناروا و نتیجه ربایش خواند. وزارت دادگستری آمریکا روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که یک هواپیمای باری بوئینگ 747 تا که از طرف شرکت ماهان ایر به ونزوئلا فروخته شده به دلیل نقض قوانین کنترل صادرات آمریکا توقیف کرده و به مالکیت خود درآورده است. این بیانیه اضافه کرد که هواپیمای مورد اشاره به شکل غیرقانونی فروخته و در آرژانتین زمینگیر شده بود. آرژانتین این هواپیما را به شکل رسمی در اختیار آمریکا گذاشت و روز دوشنبه وارد ایالت فلوریدا شد. به گفته وزارت دادگستری آمریکا این هواپیمای توقیفی به زودی از رده خارج می شود. کنعانی در واکنش این توقیف را نتیجه اقدامات قهری یک جانبه آمریکا، نقض اصول اساسی منشور سازمان ملل و حقوق بین‌المللی خواند و آن را محکوم کرد. او در ادامه گفت جمهوری اسلامی ایران حمایت قاطع خود را از تلاش‌ها، اقدامات قانونی و دیپلماتیک ونزوئلا جهت اعاده مالکیت و دسترسی به دارایی و اموال این کشور اعلام می‌کند. وزارت خزانه داری آمریکا از سال 2008 شرکت هواپیمایی ماهان ایر را به دلیل حمایت از نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرده است. منابع خبری در ایران گزارش دادند که خبرگزاری، کتابخانه، مرکز اسناد و 600 سرور مجلس شورای اسلامی توسط گروه هکری قیام تا سرنگونی هک شده است. خبرگزاری اینلا روز سه‌شنبه 24 بهمن ماه گزارش داد که صفحه خبرگزاری خانه ملت متعلق به مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش از دسترس خارج شد و با توجه به بارگذاری تصاویری از سران سازمان مجاهدین خلق در آن به نظر می رسد که این خبرگزاری هک شده باشد. کانال تلگرامی گروه هکری قیام تا سرنگونی که به سازمان مجاهدین خلق نزدیک است اطلاعاتی در این باره منتشر کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده میزان حقوق دریافتی برخی نمایندگان ماهانه بین 200 تا 250 میلیون تومان به علاوه دریافت مبالغی در اعیاد مذهبی و برخی مناسبت ها مانند روز مجلس و روز کارمند و مزایایی همچون آجیل شب یلدا عنوان شده است. ساعتی بعد روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در اطلاعیه‌ای تایید کرد که وبسایت های مختلف متعلق به قوه مقننه هک شدند، اما مدعی شد که برخی از اسناد منتشر شده دستکاری شده و غیر قابل استناد است. هک وبسایت های متعلق به مجلس شورای اسلامی در آستانه انتخابات این نهاد است که 12 اسفند ماه برگزار خواهد شد. برندگان عزیز، در این لحظه توجه شما را به پیام های بازرگانی جلب می کنم.
سرشناسترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی. تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. اگر تا حالا برنج های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در دو اندازه های مختلف در فروشگاه های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز ناهار و شام شما خواهد داد. چه برنجی، چه عطر و بویی. برنج باسماتی دیبا، بهترین بهترین ها. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. مهدخت دامغانپور از وکیل‌های محمد قبادلو، معترض اعدام شده، به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. او پیشتر به ابهام‌های متعدد در پرونده موکلش اعتراض و از روند دادرسی او انتقاد کرده بود. امیر رئیسیان، دیگر وکیل پرونده این معترض اعدام شده، با انتشار این خبر گفت درباره اجرای حکم قصاص محمد قبادلو، ما قوه قضاییه را به مناظره در رسانه دعوت کردیم، اما محاکمه در دادسرای رسانه را ترجیح دادند. به گفته او، دامغانپور بعد از احضار به دادسرای رسانه روز دوشنبه 23 بهمن ماه مستندات و مدارک مربوطه را به دادسرا ارائه کرد. این وکیل دادگستری در مصاحبه با دیدبان ایران گفته بود که حکم اعدام قبادلو با وجود درخواست پزشک پرونده و 50 روان پزشک برای توقف اجرای حکم صورت گرفت. دامغانپور با بیان اینکه تا دوم بهمن ماه که اجرای حکم قصاص قبادلو ابلاغ شد، رأی به وکیلانش ابلاغ نشده بود، گفت بدون اینکه به دستور رئیس دیوان مجدداً به وضعیت سلامت روان محمد رسیدگی شود، بدون اینکه خانواده او در جریان باشند و بدون اینکه ملاقات آخر داشته باشد، او را اعدام کردند. دامغانپور در مصاحبه اخیرش تاکید کرده بود که قبادلو در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم و در بازجویی‌ها جهت اخذ اعترافات تحت فشار قرار گرفته است. منابع حقوق بشری گزارش دادند که دادگاه انقلاب تهران 4 شهروند بلوچ را به اتهام بغی به اعدام محکوم کرده است. هویت این 4 تن ایدو شهبخش، عبدالغنی شهبخش، عبدالرحیم قنبرزهی گرگیج و سلیمان شهبخش گزارش شده است. به نوشته هنگار، این 4 تن که در زندان قزلحصار کرج زندانی هستند، از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد رضا عموزاد خلیلی به خاطر آنچه تشکیل و عضویت در گروه های ضد انقلاب خوانده شده، به بغی متهم شده و برای آنها حکم اعدام صادر شده است. مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز شنبه با استناد به سخنان اخیر رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی ایران هشدار داد که ایران در خصوص برنامه هسته‌ای خود کاملا شفاف نیست. رافائل ماریانو گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، طی سخنرانی خود در اجلاس جهانی 2024 سران دولت‌ها در دبی با اشاره به صحبت‌های اخیر علی اکبر صالحی گفت
سخنان بی بند و بار در مورد سلاح‌های هسته‌ای از جمله اخیراً در ایران بیشتر از گذشته به گوش می‌رسد، چنان که یک مقام بلند پایه این کشور گفته است که در واقع ما همه چیز را در اختیار داریم ولی سرهم شده نیستند. گروسی خطاب به مقامات ایرانی اظهار داشت لطفاً به من هم اطلاع بدهید که چه چیزهایی در اختیار دارید. هرچند بودی کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نام آن مقام ایرانی را اعلام نکرد، اما اشاره غیر مستقیم او به صحبت‌های اخیر علی اکبر صالحی رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی و وزیر خارجه اسبق ایران بود که در جریان گفتگوی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی تصحیح کرده بود که ایران تمامی آنچه را که برای ساختن یک سلاح هسته‌ای نیاز است در اختیار دارد. گروسی سپس با اذعان به اینکه انباشت پیچیدگی‌ها در خاورمیانه در بحبوحه جنگ اسرائیل و حماس در حال افزایش است، تاکید کرد که ایران در حال نمایش چهره‌ای از خود است که در مورد فعالیت‌های هسته‌ای کاملاً شفاف نیست و این رویکرد قطعاً سطح مخاطرات را بالا می‌برد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از اسرائیل خواست از حفاظت از جان صدها هزار غیر نظامی فلسطینی که به رفح در جنوب نوار غزه پناه برده اند اطمینان حاصل کند. در همین حال رؤسای سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و مصر و همچنین نخست وزیر قطر در تلاش برای دستیابی به یک طرح جدید آتش بس در قاهره گفتگو می‌کنند. جو بایدن آوارگان فلسطینی در رفح را که اکنون پر ازدحام ترین نقطه باریکه غزه است بی پناه و آسیب پذیر توصیف کرد. یک پزشک فلسطینی در رفح به بی بی سی گفت که مردم در وحشت زندگی می کنند. بولکر ترک کمیسیونر حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید که هر شکلی از حمله به رفح هولناک خواهد بود و غیر نظامیان بسیاری احتمالاً کشته خواهند شد. هفته گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که به ارتش دستور داده که برای گسترش عملیات زمینی به رفح آماده شوند. نیروهای اسرائیلی در روزهای اخیر بارها این شهر را که مملو از آوارگان جنگ زده است هدف قرار دادند. بریتانیا و اتحادیه اروپا هم به صراحت با حمله احتمالی اسرائیل به رفح مخالفت کردند. مقامات سازمان ملل میگویند که صدها هزار فلسطینی دیگر جایی برای رفتن ندارند. فرانسه تحریم‌هایی را علیه 28 شهرک نشین افراطی اسرائیلی به اتهام خشونت علیه غیر نظامیان فلسطینی در کرانه باختری اعمال کرد. وزارت خارجه فرانسه روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای از تحریم این افراد خبر داد و نوشت که پاریس بار دیگر این خشونت غیر قابل قبول را قاطعانه محکوم می کند. این بیانیه می افتاید بارها اعلام کردیم که این مسئولیت مقامات اسرائیلی است که به این خشونت پایان داده و عاملان آن را محاکمه کند. بر اساس اعلام وزارت خارجه فرانسه افراد تحریم شده مشمول ممنوعیت اداری قلمرو به فرانسه هستند و پاریس در تلاش برای تصویب تحریم‌ها در سطح اروپا علیه شهرک نشینان اسرائیلی افراطی به اتهام خشونت است. در پی انتشار اخباری مبنی بر بروز درگیری‌های پراکنده مرزی میان نظامیان ارمنستان و جمهوری آذربایجان، وزارت دفاع ارمنستان با صدور بیانیه‌ای آن را تایید کرد. وزارت دفاع ارمنستان در این بیانیه اعلام کرده که درگیری‌ها ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت محلی در منطقه مرزی مسیر زنگیلان رخ داده است. خبرگزاری رویترز هم در همین ارتباط از کشته شدن دو نیروی ارتش ارمنستان در درگیری با نظامیان جمهوری آذربایجان خبر داده است. ساعتی بعد خبرگزاری فرانسه به نقل از وزارت دفاع ارمنستان خبر داد که تعداد کشته شدگان به 4 تن رسیده و یک سرباز ارمنستان هم مجروح شده است. سرویس مرزی آذربایجان هم در بیانیه اعلام کرد که در انتقام از اقدامی که نیروهای ارمنستان روز قبل مرتکب شده بودند، عملیاتی انتقام جویانه انجام داده است. در این بیانیه آمده که از این به بعد تحریک‌های بیشتر با اقدامات جدی‌تر و قاطع‌تر مواجه خواهد شد. در این بیانیه آذربایجان رهبری نظامی و سیاسی ارمنستان را مسئول کامل این حادثه دانسته است. برندگان ارجمند، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار
در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. درست انتخاب کنید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. خبرها رو دنبال میکنیم. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، میگوید که هیچ تلاشی از سوی این کشور برای عادی سازی روابط با طالبان یا به رسمیت شناخته شدن حکومت آنها صورت نگرفته، چون طالبان به تعهدات خود عمل نکردند. کربی این موضوع را در پاسخ به پرسشی در مورد اهداف نشست هفته آینده دوحه درباره افغانستان ابراز کرد. قرار است که این نشست با اشتراک نمایندگان کشورها به میزبانی سازمان ملل در روزهای 18 و 19 فوریه در دوحه قطر برگزار شود. در این نشست از هیئت طالبان هم دعوت شده است. کربی در پاسخ به این سوال که آیا برگزاری این نشست به معنای عادی سازی طالبان خواهد بود، گفت که آمریکا چنین هدفی ندارد. دونالد ترامپ روز دوشنبه از دادگاه عالی ایالات متحده خواست تا تصمیم دادگاه واشنگتن در رد ادعای وی مبنی بر مصونیت از پیگرد قانونی به دلیل تلاش برای لغو شکست خورد در مقام ریاست جمهوری در انتخابات سال 2020 را متوقف کند. وکلای ترامپ در گزارشی به دیوان عالی هشدار دادند که برگزاری یک محاکمه جنایی چندین ماهه علیه ترامپ در اوج فصل انتخابات توانایی وی در مبارزات انتخاباتی علیه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا را به شدت کاهش می‌دهد. به گفته رویترز، کند کردن روند پیگرد قضایی میتواند به نفع ترامپ باشد، چرا که اگر او در انتخابات نوامبر پیروز شود و به کاخ سفید بازگردد، میتواند از اختیارات ریاست جمهوری برای خاتمه دادن به پیگرد قانونی خود استفاده کند یا به طور بقوه خود را برای انجام هر گونه خلاف فدرالی عفو کند. بینندگان ارجمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.